الان اگه برگردیم به اون دوران بازم میزنی بچه مردم ها؟ من خودم نصف کتکام از شما خوردم. شما نبودی؟ میگفتی که انقدر میزنم کف دستت با خطکش که تا 3 روز نتونی با قاشق غذا بخوری؟ گرامی داشتن جایگاه معلم نه فقط در ایران بلکه تقریبا در تمام دنیا یک اولویت بوده و هست. بدون شک ما از معلمامون خیلی یاد گرفتیم، اما پرسش اساسی اینجاست که آیا همه معلم ها محترم هستن و باید تحت هر شرایطی ازشون به نیکی یاد کرد؟ وقتی ما یک کسی رو مقدس میبینیم دیگه نمیتونیم نقدش کنیم و هر آنچه که مقدس انجام میده باید تقدیس بشه. به نظر میاد پیمان معادی در افعی تهران این تقدس گرایی رو نادیده گرفته. هر کسی در هر مقام و جایگاهی قطعاً از خطا مبرا نیست و باید نقد بشه. حالا آموزش و پرورش با طرح شکایت از این موضوع به دنبال چیه و چی رو میخواد اثبات کنه مشخص نیست، اما هر کدوم از ما به خصوص متولدین دهه 60 و 50 یه تجربه شخصی از سوء رفتارهای برخی معلم‌هامون داریم، اما به نظر نمیاد هیچ معلم خشنی بابت رفتارهاش متهم و مجازات شده باشه. اون چه که روشنه مدعی العموم باید برای معلم و مسئولان آموزشی حد و حدود مشخص و شفافی رو تعیین کنه تا به حقوق دانش آموز تعدی نشه، به ویژه در مناطق محروم. نکته دیگه این که سالهاست کارشناسان حوزه کودک و نوجوان درباره خطاهای آموزشی به مسئولان هشدار دادن و اعلام کردن آموزش در کنار پرورشه که بلوغ فکری و جسمی دانش آموزان رو کامل میکنه. اما ظاهراً ما از پرورش فقط یک نام در وزارت آموزش و پرورش میبینیم. میخوام از تجربه شخصی خودم در دوران ابتدایی بگم، خاطراتی که آثارش حتی در این سن و سال هم من رو رها نکرده و آزار میده. شما یه بچه 7 ساله رو تصور کنید، چی از جهان و زندگی فهمیده؟ معلم کلاس اول ما رو با شلنگ گاز میزد و مداد رو بین انگشتامون میگذاشت و فشار میداد. چرا؟ چون گاهی غلط می نوشتیم و بدخط. یا در کلاس پنجم یه معلم قرآن داشتیم که اگر از روی یه سوره غلط می خوندیم می گفت پاشو سرت رو بکوب به دیوار، و اگه شدت ضربه رازیش نمی کرد خودش دست به کار می شد و سرمون رو محکم به دیوار می کوبید. حالا منو کسانی که در این سیستم پرنقص آموزشی چنین آسیب‌هایی رو متحمل شدیم حق داریم که بخوایم در این امور شفاف سازی بشه و آموزش و پرورش از نیش افعی تهران زهرآلود نشه.